زنبورا معمولا عمرشون بسیاری به کار کردشونه. شش ماه از سال تو فصل پاییز مثلا که خوابن عمر میکنن، تو فصل بهار که کارشون زیاده، زیاد فعالیت میکنن، عمرشون تو سه ماه است. تولید مثلشون هم اینا اینو ملکه دارن که بهشون میگن یعنی اصلی مادر اون کندو. این ملکه روزی 2000 تا 2500 تا تخم میذاره. این زنبورای خاکستری هم که میبینی رنگشون خاکستری، اینا نوزادشون تازه متولد شدن، رنگشون کلا فرق میکنه با زنبورا. اینم داره متولد میشه، یعنی در حال متولد شدن به دنیا اومد. این تخم ها تبدیل به شفیره میشن، بعد از شفیره تبدیل به لار میشن، در عرض 21 روز متولد میشن. این قسمتی که زرده این شفیره شد، این شفیره تو 8 روز دیگه متولد میشه. این همه اینا سلولایی که توشون همه نوزادن، نوزاداشون تو 8 روز دیگه متولد میشه. این چیزی که شما رو روی این شونه داریم میبینین، این شدیه که تو 24 تا 48 ساعت گذشته اومده داخل کندو. روی شد کلا بازه، این شدیه کلا تبدیل به عسل نشده. اینو زنبور تبخیرش میکنه، آبشو میگیره، رطوبتشو میگیره، تا 7 الی تا 10 روز روشو پلم میکنه، این میشه کامل یک عسل رسیده. این یه زنبوری که از روز بنای تخمش تا اینکه متولد بشه تا شروع به شهداوری بکنه داخل کندو عسل بیاره برای من 42 روز طول میکشه که یه زنبور واقعا به پرواز در بیاد. معمولا اوج کار زنبور تو اردیبهشت و خرداد، این دو تا فصل زنبور کارش خیلی زیاده. زنبورداری کلا یه شغلیه که عشق میخواد، علاقه میخواد. کسی که عاشق زنبور باشه، علاقه بهش داشته باشه، مطمئنا به نتیجه‌ش هم میرسه. مثلا زنبورداری یعنی همیشه با طبیعت و با محیطایی که جایی که گل فراوان داره با اونجاها تو اون مسیر معمولا زنبوردارا میچرخن. بعد زنبورداری یعنی همیشه طبیعت گردی. ما چون دیگه عادت به اینا داریم مجبوریم جایی که گلگیا فراوانه اینا رو بریم همونجا. یعنی سالی 3 تا کوچ داریم ما، هم تو منطقه کوهستانی دیلمان، هم تو منطقه جنگلی سیاهکل بالارود، همین که تو زمستون میبینیم سمت شهرستان که هوا اینجا از نظر دما یکم نسبت به اینجا گرم‌تره. چون محصول متأسفانه تو بازار سیاه الان فروش محصول خیلی سخت. یعنی یه سری اصلای تقلبی تو بازار میاد که اون اطمینانی که مردم نسبت به اصل طبیعی دارن از دست دادن. اوج پرواز زنبور، شعای پرواز زنبور 4 کیلومتر در بودن گل هست، در نبود گل تا 6 کیلومتر هم میرن، ولی اوج فعالیتش تو 4 کیلومتر. معمولا نامگذاری اصل به پوشش گیاهی اون منطقه است که 100 درصد باش آبیشن نیست. اون کسی که میگه اصل من 100 درصد آبیشنه، 100 درصد گمانه، یه دروغ محض. چون زنبور از اینجا پرواز میکنه دیگه دست من نیست، خودش هر گلی که خوشش بیاد میشینه. منطقه بستگی داره پوشش گیاهیش چند درصد پوشش گیاهی اون گل داشته باشه. هر منطقه هر پوشش گیاهی درصدش بیشتر باشه، ما معمولا اصل به نام همون پوشش گیاهی میفروشیم.